جایی رسید؟ آره، چاپش کردیم. کار سختی، بهتره بهشون قول ندیم. چرا؟ اگه از پسش بر نیاییم آبرو ریزی میشه. این دکل جون خیلی یاره گرفته، آبرو هم روش. این چه حرفیه؟ کاری که تجربه نشده درصد خطاش خیلی بالاست. درسته. خب چوب بی تجربه گیره میزنم. چوب بی تجربه گیر رو نه، چوب باور رو. واقعا همین تشکیلاتی که توشیم تجربه بود. چقدر بریشمون خندیدم. به خاطر همین تشکیلات هم که شده بیگدار به آب نزنیم. چه بهتر که قصه تکلیف رو بخوریم نه تشکیلات. ایلا باختیم آقا محمود.
بگو ازری. سعید قفور. سعید قفور. قفور سعید بگوشم. سعید جان ما حاضری. شنیدم بگوش باشی. بچه ها رسیدن. بگو چند دقیقه وقت میبره. قفور جان چند دقیقه وقت میبره. مفهومه؟ مفهوم شد. حاجی داره میاد. اونا کی هست؟ نمیدونم. سعید کلید دوربینو بزن. بسه خسته نباشی. سلامت باشی. هنوز بچه ها نرسیدن؟ چرا الان خبر دادن؟ بس چرا بلند نمی کنی؟ علی آقا رادیو رو بیاریش. رفقا آمدین حاجی. بچه های اطلاعات هن. حاج کاظمی هم باشنه. می گفتیم ما هم دوستامونو خبر می کردیم. بالاخره دوربینی، عکسی، خبری. اینا هم دوستات هن. فکر می کردم اسد قانعت کرده. زامنا رو بکش. سلام علیکم. خوش سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوشم. با بگو حاضر باشه. قفور سعید. سعید قفور بگوشن. قفور جان حاضر باشی. سعید جان از قول من بگو اول عکاسی مفصل بعد دکن. قفور جان الان حاجی اینجاست میگه اول ثبت مفصل بعد آتیش. مفهومه؟ مفهومه. دیدمش. بگو بده براست. سعید جان داریمش. یکم بده به راست. حاضرم. سعید جان حاضریم. بشمار. الله محمد علی.
برای دکلم سوخت بذار. غفور جان میار داشته باش. بجون. یه راکت شلیک نکرد. شده یکی اونجاست. مطمئنی؟ آره. نزن خودیم عالی بود عالی بود. بهتر از این نمیشد. هیچ باورت نمی کردم. غفور جان تماس بگیر. سعید غفور. آخه مرد حسابی یه ایستی یه دادی یه چیزی همینطوری در سعید غفور اینجا چیکار میکنی؟ هیچ فقط یه تماشا. سعید جان میشمارم. الله محمد علی. علی گرفتیش؟ گرفتم. دستتون درد نکنه. کلی غیبت این قارقارکتونو کردیم. حلالمون کنیم. هنوز خودشو معرفی نکرده ها. به حاج خلش سلام برسون. اوه 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 الان داد رفیقم در میاد. خدا حافظ. سلام. حواست جمع کن. راستی بگم یه موشک عمل نکرده؟ شنیدم یه موشکش عمل نکرده. بگم بچه ها احتیاط کنم. دیگه لازم نیست. اگه خبری بود تو حالا میشون. غفور سعید. غفور سعید. سعید غفور بگوشم. غفور جان شیری یارو با. حمدالله شیرشی. مفهومه؟ دستتون درد نکنه. اجرتون با حسین. جان زحمت چو بکش. عکس گرفته؟ پره. الان میدم ظاهرش کنن. دستتون درد نکنه. یه لحظه صبر کن.
حاجی. حاجی جان بفرمایید. عکس حاضر شد. شب میام سنگر صحبتشون میکنم. چی شده حاجی؟ نکنه سوختن؟ نه به حمدالله چاپ شدم. بذار من یه سر برم فرماندهی نتیجهشو شب بهتون میگم. استکل از کار افتاد. خواست خدا بود. آقا محمود دیگه شکایتی نداره؟ به این ریسکا نمیاد. به توکلش. میبینی با چه شوقی اومده؟ مطمئنم دلت نمیخواد اون آب را با خون اینا رنگی بشه. لشکر 17شون از غرب کشیده اینجا. حالا این طرف خیلی سنگین شده. بچه ها میگن فعالیتشون سه برابر شده. خب عکسای ما همچین چیزایی نمیگن. یعنی چی؟ ما فقط تونستیم حاشیه رو شناسایی کنیم. این یعنی شناسایی ناقص. چی تو فکرتونه حاجی؟ پرواز عمقی تر، یا بهتر بگم شناسایی عمقی تر. این پیشنهاد شماست یا دستور اونا؟ این چه حرفیه که میزنی؟ اینم نتیجه دکل زدن. ببین سطح توقع کجا کشید. زود نتیجه میگیری. زود نتیجه میگیرن. حاجی شما که اهل کارین، برای پرواز این چشا باید ببینه یا نه؟ خب ما که تا جایی که چشامون سو کشید پرواز دادیم. دیگه این عمقی چیه؟ یعنی هیچ راه حلی نداره؟ چرا؟ بهترین راهش اینه که خودمون سوارش بشیم. نظر تو چیه؟ فکر کنم پرواز کور میخواد. پرواز کور؟ با کدوم تجهیزات؟ تو بعضی پروازا شرایطی پیش میومد که پرنده گم میشد. مجبور بودم ندیده هدایتش کنم. چقدر وقت داریم؟ خیلی کم. میتونم فردا رو تمرین کنم؟ باشه. آقا اصلا بده بارا. حسن جان حاضری؟ میخوای بیام پیشت؟ نه حاجی جان، اجازه بده تنها باشم. بودن کسی دردی رو دوا نمیکنه. هر طور میلته، پس آماده باش. آماده است. آماده باش. ولش کن. الله، محمد، علی.
اسد جان حالت خوبه؟ گمش کردم. گم نکردی، بلند شو بیا تا ببینیش. حاجی پیشنهاد بعدی تو بده. مطمئنی که کارت عملی نیست؟ تنظیم دستگاه آسونه، ولی تنظیم این خیلی سخته. با این حال میتونم یه روز دیگه هم صبر کنم. من نمیتونم، مگه آقا محمود قبول کنه؟ همین که شما تونستین برش گردونین به نظرم خیلی جلوییم. منتها این شیوه ها شخصیه، خیلی شخصی. من نمیتونم روی اینا حساب باز کنم. پس من پیشنهادم رو میکنم. ببینین، ما تا حالا دو پله عمل میکردیم. اولی باند پرواز، دومی خط جلو. فکر میکنم سومین پل مشکل رو حل کنه. محلش کجاست؟ محدوده دشمن. تنها میریم؟ نه، با بچه های اطلاعات. ما حاضریم. نه آقا حسد، این کار تمرین میخواد. پل یک با آقا جواد، پل دو با شما، پل سه هم ایشالله با خودم. سلام علیکم. به به، علیک سلام. پس مسافرها شمایی. سلام. سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت باشی. اخوی چرا اینطوری؟ عرض کنم تا شوش دو طبقه است، از اونجا به بعد یه طبقه. مگه اونجا قایق پاروی نیست؟ چرا؟ ولی همه پنچره. آقا فرصا باش. بفرم. پس ایشالا تا یه ساعت دیگه سر پاس. چشم. مشکل نداری؟ چرا قبول کردم؟ سوالای سخت سخت نکن، نه از خودت نه از من. برو عقب مستقیم. Thank you.
رد نکردی؟ من نفهمیدم. گیجم کرد. جهت اشتباس؟ نه بابا، کوچه رو گم کردم. چپ یا راست؟ همین سمت راست. میندازیم تو همین کوچه. خدا کنه بمب بس نباشه. اونجا خوبه. کجا؟ اونجا. اونجا؟ حتما هم نوک اون سنگه. خطریه اخوی جان، من دید میخوام، یه جای باز، باید ببینم که هدایت کنم، درسته؟ همین؟ بله. مطمئنی؟ اسقر جان برو دروازه رو بکن. اگه خسته ای خودم؟ نه نه میرم. سعید، غفور. غفور سعید، بگوشم. سعید جان، ما حاضریم. شنیدم، بگوش باشید. سعید، بگو جواب... بدرقه شد. بدرقه شد، حاضر باشید. دیدمش، ارتفاعش کمه، بره بالاتر. جواد جان، داریمش، بده به خورشید. خوبه، همینو داشته باش، من حاضرم. جواد جان، همینو بشمون. الله، محمد، علی. غفور سعید، غفور سعید. غفور جان ما حاضریم، آماده باشیم.
خسته نباشی. سلامت باشی. حاجی میدونی کجا فرود اومدین؟ چی شده؟ صاف بغل توپخونه. کجا؟ همین پشت نیا. شهرش ما رو نگیره خیلی خوبه. دیدمش. خیلی دوره. سعید، سعید قفور. بگوشم. سعید جا، بده به رد. بده به رد، مفهومه؟ مفهوم شد. من حاضرم. سعید جان بشمو. الله الله محمد محمد علی علی. سعید جان ما حامدی. خدا کنه امروز اونطوری نمیشد قبلا هماهنگ میکردیم؟ مگه قرار بود اینجا بیان؟ جادهشون کدوم طرفه؟ اخوی حواست اینجا باشه. خیلی دوری، خیلی دوری. بگی به چپ، بگی به چپ. هم تو نشونم بده. کاری به پرنده نداشته باش. باشه. ببین، همین بود. همین بود. اینجا. گمش کردم. اینجا موندن مصلحت نیستش. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. غفور، غفور، سعید
غفور غفور سعید غفور غفور سعید 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 جواد سعید سعید جواد حاجی خودتی؟ بگوشم چی فکر میکنی؟ آقا محمود حالا دیگه وقت ذکره نه فکر غفور 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 سعید غفور سعید غفور 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 سعید گشتیاشو این بحثه چی میشه؟ برمیگردم یه جوری سر به نیستشون میکنم تماس از کی قطع شد؟ حدودای ساعت 10 پشت ویسیم موردی چیزی گزارش نشد؟ نه البته صبح مه بود نکنه راهو گم کرده باشن به فرضم که گم شدن تماس چرا قطع شد؟ اونا مستقر شدن پرنده رو که پرواز دادیم گرفتن اما بعد از تحویل تماس قطع شد ببینین علی پاتوقش اینجا بود یعنی تو شناسایی اگه گمش میکردیم میتونستیم توی این محل پیداش کنیم حالا میگم صبح اون پاتوق کور شد یعنی چی؟ نیرو ریختن راهو بستن یعنی گیر افتادن؟ نه اخوی این یه فرضه تازه پاتوق یه وعدگاه بود ما که با هم وعده نداشتیم شما کی دست به کار میشیم؟ این یکی دو روز خودتون که شاهدین منطقه حساس شده
تحرکات بیشتر از قبله، کلی نیرو ریختن. میدونم میدونم. کی میگردیم؟ علی و اسخرم با اونا بودن، دوتا از بهترین هامون بودن. نه هستن. سرعت به کجا کشید؟ به ناامیدی، به یأس. من که گفتم حرف تازه‌ای نه. خودمون دست به کار بشیم، همت بچه‌های خودمون یه عکس برداری مفصل میکنیم انشاءالله. خط شلوغ شده، از ما خواستن دم به دم شناسایی کنیم. بهتر شد. تو دل اون کار این دیگه چیزی نیست. فکر کنم جا به جا گفتی. تو دل این ماموریت اون کارم انجام میدیم. یعنی چی میخواییم بگیم؟ وظیفه یادمون نره. همین امروز صبح بدرقشون کردی. یه روزم نشده. فکر میکنی فراموششون کردم؟ خوب گوشاتو باز کن، اونا یه لشکر دیگه شون هم آوردن. خدا میدونه چند تا لشکر ریخته اون تو. کمیناشون اومده جلوتر. تو همچین شرایطی چی کار میکنی؟ هیچی. یادم میره که پرواز عمقی چقدر مهم بود. یادم میره پرواز کور چه بلای سر بچه ها آورد. یادم میره اسد داشتیم، غفور داشتیم. شاید تاریخ مصرفشون گذشته. واسه چرا حاجی؟ زخم زبون میزنی؟ اگه جوابی برای این سوالا باید بدم صاحبش تو نیستی. فرق تو واسط سر همین چیز هست. یا بهتر بگم سر تکلیف. از فرق من با شما چیه؟ گرفتم. جواد جان ما حامدی. نرفته شروع کردم. بشین بشین. داری چی کار میکنی؟ دلت رو ببین، اونا اینجا دید دارن. کجا رو دید دارن؟ این چه کاری بود کردی؟ اینم جای تشکرته. همین یه مهاجر بود. چطور بود اول اجازه میگرفتم بعد طولت میدادم؟ همین یکی؟ فدای سر دگه نشسته بودی که تو هم الان نبودی. جهنم! پیدا شد، پیدا شد. داری چیکار میکنی؟ چی بگم که حق مطلب وعده کرده باشه؟ بگو حاضر باشم. جواد سعید جواد بگوشم. جواد جان حاضر باشی. الله، محمد، علی. این تقاطع مال اینا بود؟ الان گیر افتادن، از نیروهای گشتیشونن. خسته نباشی دلاور. این خاموش بود. یعنی چی؟ یعنی
یعنی اسد زنده است. وجود اسد همه جا اسباب خیره، حتی تو گرفتاریاش. نمیدونم قفور اون اطلاعاتی کجان، ظاهرا سلامتن، ولی چرا بر نمیگردن؟ شاید از کمیناست. مگه نگفتین کمیناشون جلو کشیدن؟ با بودن بچه های اطلاعات بعید میدونم نتونن برگردن. پرواز فردا خیلی از مشکلات رو حل میکنن. پرواز؟ پرواز به کجا؟ معلومه، به همین اطراف. پس دیگه مخالف پرواز کور نیستی؟ حالا فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ پرواز کور یا وضعیت خودت؟ هر جفتش. نه آقا محمود، حالا فقط یه مهاجر دم دسته، اونم با کلی پرواز انجام نشده. پس اینا؟ اینا سر جاشونن. بهتر ما هم سر جامون باشیم. دم به دم شناسایی. این چیزیه که قرارگاه میخواد. نه ما فرصت داریم و نه این راه حل تو عملیه. پس اینا رو تابلوشون کنی؟ تو قابشون کنی؟ این تنها کاریه که بلدی.
کار دستمون میداد. چه کاری؟ اخراج؟ بازداشت؟ استف از برکت وجود هموناست. اونا باید بدونن که ما فراموششون نکردیم. آخه چطور میخوای پاس بدی؟ اونا که منتظر ما نیستن. همون کاری رو میکنم که اسد میکرد. روشنش کن. خیلی خوب. نفهمیدیم بالاخره چطوری میخوای پاسش بدیم. آقا سعید بذار یه خورده تنها باشم. خدا بیامرزه حمید فلاحپور، برای رفع گشنگی این راه پیدا کرد. باور کنیم با همین نصف روز سرپا بودیم. بیا از تو شروع میکنم. بگی در ضمن ایمانم میخوام. واجره من میرم سمت آبراه. آها اون هاش بریم سمت توپخونه، اونجا باز داره. زهرای عطر بعد موقعی مزاحم شدیم.
مهاجر سنگینه. چی شد؟ مسلح؟ انشالله که قدمش خیر. میشه اینجا رو با هم ریخت؟ اینجا رو؟ چه جایی بهتر از اینجا؟ یه امتحانی میکنم. مارم بگیره اون قدمش مسافر وطن این دیگه آخریش. این مهاجرم شده سفیر غصه‌گری. این کارشون یه ریسک بود. دستشون درد نکنه که به فکرمونه. ما مهاجر کم داشتیم. برای چی این کار کرد؟
جامون لو رفت. از کجا مطمئنی؟ اونجا بالا سر توپخونه شونه. برای چی پیدا شده؟ فکر کنم دنبال جنازه اومدن. اون کله گنده لتوپار شده. کجا میری؟ هر چی دورتر بهتر. صبر کن. رادیو رو بده. بپوشونش بپوشونش بپوشون. گاومون زاییده. عملیات کجا شده؟ طرف دلوران. ما عملیات کردیم؟ نه، جواب تکشون رو دادیم، عقب نشستم. ببینم، تو نمیخوای بدونی گاومون چند قلو زاییده؟ چی شده؟ ستاد خواستنمون. یعنی چی؟ نمیدونم، پیغام رو بردن دم سنگه. شاید حاجی رو خواستن. نه خیر، شما رو خواستن با من. حاجی زهرش رو ریخت. حاجی از بچه ها خدافظی کرده رفته. یه نامم برات تو سنگر گذاشته. صبر کن ببینم. بذار اینا رو بذارم یه گوشه. میگم نکنه صدارتی، مقامی، چیزی باشه. کاش به همین سادگی. اگه اینم باشه، من این وسط چی کارم؟ چه میدونم؟ گمونم قضیه صبح. سلام علیکم آجی خان. سلام علیکم، خسته نباشی. سلامت باشی. سلام. سلام علیکم. خدا قوت. آقا محمود کدومتونه؟ آجی خان فرقی نمی کنه، جفتمون توش دست داشته. عجب، خدا توفیقتون بده. خلبان کدومتونه؟ آجی یه عرض کوچیکی داشتم، اگه چند دقیقه فرصت باشه میتونم. بفرمایید تو حسینی. محمود جان. من تو حسینی هست. باشه شش. این برادرمون یه مدتی با آقا اسد بوده، با هم اونس داشتن. اصلا باعث ول کردن دانشگاه آقا اسد بودن. خب یه همچین رفاقتی اگه باشه، مگه میشه همینطور ولش کرد تو خاک دشمن؟ باور کنین فقط هم... سعید جان تمومش کن. حاجی من گوشم با شماست. بفهمم. میدونین صبح چه ضربه ای زدین؟ چه ضربه ای؟ والا به خدا سعید و سالم برش گردوندیم. مگه حاج رئوفی به شما نگفتن؟ من نمیفهمم شما از چی حرف میزنین.
مگه جریان صبحو نمیگی؟ چرا؟ نزدیکای ظهر امروز خبر محرمانه به ما رسید. خبر اینه. فرمانده محور عملیات دشمن تو بمباران هوایی کشته شده. ما امروز جز پرواز مهاجر پرواز دیگه ای نداشتیم. به حمدالله کمرشون شکسته، الان گیج و درمونده شدن. از فرماندهی خواستن مسئول این کار تقدیر بشه. من به رؤوفی خبرو گفتم، ولی اون انداخت گردن من. البته دلیل اصلیش اتمام ماموریتش بود. چیزی شده؟ خلبانی که این کار کرده ما نیستیم حاجی، اون اسده. ما فقط پاس دادیم. مگه شما هنوز باشون ارتباط دارین؟ تنها یه ارتباط، اونم با مهاجر. ما اینجوری با هم صحبت میکنیم. من اینو نشنیدم. جای تعجبه که به شما نگفتن. چند بار اصرار کردیم بریم به کمکشون، ولی حاجی رؤوفی یه جمله ورده زبونش بود، دم به دم شناسایی. من نمیدونم چه مسئله‌ای حل شده که جانشین تعیین کردن. شما زود قضاوت کردین. رؤوفی بنده مخلصی. حاجی به اصرار من چند ماه اینجا موند. اون فرمانده گردانه. همین الان نیروهاش تو دهلوران درگیرن. دیگه نمیشد نگرش داشت. اما در مورد اون برادرمون اسد، دلم نمیخواست این سر رو من بگم. شاید مصلحت اینطور بوده. آقا اسد، خواهرزاده رؤوفی. فعلا این حاک پیشتون باشه. موقتا دنبال کار بگیر. دنبال کدوم کار؟ همون جمله رؤوفی، دم به دم شناسایی. این چند روز منطقه خیلی حساس شده. خیر پیش. گرفتیش؟ خیلی عصبانی شده. زمانی؟ آقا محمود، اینا خمپاره زمانیه. کلاهی منو بده. اینجا لو رفته. دارن کور میزنن. کور میزنن؟ اونم همه یه تیکه جا رو؟ به خودمون رحم نمی کنی، اقلا به مهاجر رحم کن. چی میخوای بکنی؟ ما تکلیفمون چیه؟ سرپا وایسی بهتره. خیز بری ترکش میگیره به تنت. فقط همینو داری بگی؟ تیر خورد. زدنش. مواظبش باش. میخوای چیکار کنی آقا اسد؟ سوخت. شاید بنزین داشته باشه. فکر کردی فقط تو دیدیش؟ الان همه‌شون می‌ریزن اونجا. برقی به حالمون نداره. نارنجک. غفور ندونه بهتره. باشه.
میتونستم جلوشون در بیام، اما غفور نذاشت. با کلاش تهدیدم کرد که دور شد. اگه بخوای الانم میتونم جلوشون در بیام. چیزی آیدمون نمیشه جز جنازه غفور. برای چی اومدی اینجا؟ بابا بلند شین بیای. جواب منو بده. کی بهت گفت بیای اینجا؟ خودم گفتم بیا. منتظر چی هستی؟ معجزه؟ همه چی برای خوده؟ یه ذره به فکر زیر دستات نیستی؟ مطمئنم اگه اسد اینجا بود اولین نفری بود که گوشتو میکشید. صدای این نشده خوره مغزم. میبینی؟ همش به خاطر کله شقی این جنابه. تو دلتو نیوردی، تنتو آوردی، برای همینم نگرانیشی. میتونی اونم ببری؟ آخه اینطوری که نمیشه، اقلا با هم بریم. تو هم میری سر پستت؟ میرم، اما گفتم سر پستت. محکمه بیا. اومدم اومدم. چیکاره؟
بگیر بگیر علی. Thank you.